سوال خوبی است. وزیر خارجه پومپیو به روشنی گفته است که ما در نظر داریم در سازمان ملل با مطرح کردن تحریم تسلیحاتی که در ماه اکتبر منقضی می شود اعلام کنیم که ایالات متحده نمی تواند با انقضای آن موافقت کند. اینها شامل تانک‌ها و جنگ‌افزارهای متعارفی است که با پایان یافتن تحریم‌ها رژیم تهران قادر به خرید آنها خواهد بود. بنابراین ما در این مرحله نخست هر اقدامی را که بتوانیم از طریق کلی کرافت سفیرمان در سازمان ملل و همه اعضای تیممان در آنجا به عمل خواهیم آورد تا شورای امنیت خطر ناشی از منقضی شدن تحریم تسلیحاتی در ماه اکتبر را بپذیرد و این تحریم تسلیحاتی را تمدید کند. این آن کاری است که ما ابتدا انجام می‌دهیم. از منظر دیپلماسی ما هر آنچه در توان داریم به کار خواهیم گرفت تا اطمینان حاصل کنیم این تحریم تسلیحاتی برداشته نشود. ما می‌دانیم در زمانی که مردم ایران بر اثر کووید 19 تلف می‌شوند، دولت باید به تامین مالی مراقبت‌های بهداشتی بپردازد و برای مردم کشور هر کاری می‌تواند انجام دهد. اما متأسفانه تاریخ نشان می‌دهد که هر وقت تحریم‌ها کاهش یافته یا کمکی به دست رژیم ایران رسیده، رژیم از آن برای تامین برنامه‌های تسلیحاتی گوناگون استفاده کرده یا برای کمک به تروریست‌های دست نشانده‌اش در منطقه به کار گرفته. آنها پول را خرج مردم ایران نمی‌کنند. صحبت ما درباره میلیاردها دلاری است که آنها در سوریه هزینه کردند. خود حکومت این را اذعان دارد. Propping up Bashar al-Assad in Syria. Why was that money spent on global public health in Iran? Perhaps the Iranian people. چرا آن میلیاردها دلار صرف در قدرت نگاه داشتن بشار اسد در سوریه شد؟ چرا صرف بهداشت عمومی مردم ایران نشد؟ اگر چنان شده بود وضعیت مردم ایران امروز بهتر از این می بود. اگر آن پولها به جای هزینه شدن در سوریه صرف ایران می شد، شاید عده کمتری از کووید 19 می مردند. ما می دانیم اگر این تحریم تسلیحاتی در اکتبر پایان یابد، رژیم تلاش خواهد کرد هر مقدار پولی که برایش باقی مانده صرف خرید جنگ افزار کند. ما این را غیر قابل قبول می دانیم. می دانیم درست در همین ماه گذشته هفته پیش در اوج کووید 19 ایران در چالش با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل یک موشک به فضا فرستاد. این امر مهم است که جهان ببیند اولویت های حکومت در تهران کدام ها هستند. اولویت دادن به کمک به مردم ایران یا کاری مثل پرتاب موشک که از نظر ما غیر قابل قبول است. Launching missiles that are in defiance of UN Security Council resolutions and we think that that's unacceptable.